درود بر شما. 16 مهر ماه 1399 خورشیدی و 9 اکتبر 2020 میلادی پخش جدید برنامه صفحه آخر رو از امشب آغاز میکنیم. بعد از توقف تولید برنامه یک ساعته صفحه آخر به دلیل قرنطینه ناشی از شیوع کرونا، دورکاری در واقع و نوعی قرنطینه در شهر واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا، اجباری بود. صدای آمریکا هم با طبیعتاً دنبال روی از مقررات شهری و سازمانی مجبور شد که تغییراتی بده به برنامه‌ها که شامل این برنامه هم البته شده بود. باری خوشبختانه از امشب میتونیم بعد از 7 ماه در خدمتتون باشیم. باز بقیه برنامه رو خدمتتون عرض کنم، در واقع اصل برنامه رو. در گذشت دو سال چاجریان طبیعتاً همه رو دگرگون کرده است. باری بپردازیم به مهمترین خطر و تهدید جانی میلیون ها نفر الان در ایران امروز. آمار رسمی در ایران میگوید که شمار مبتلایان به کرونا و مرگ و میر ناشی از این بیماری در کمتر از یک هفته گذشته بی سابقه بوده است در تمام طول 7 ماه گذشته. چرا؟ هر چیزی دلیلی داره دیگه. ما معمولا عادت داریم که به پدیده ها، به سطح، به چیزهایی که اتفاقات، حوادث، اینا نگاه میکنیم. بسا دلیل رویدادها مهمتر از خود رویداده. چرا آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران باید به اینجا برسه؟ برنامه امشب به همین موضوع اختصاص داره. اما پیش از آن اجازه بدیم به تقدیمی بپردازیم. خانواده های زندانیان سیاسی در ایران، عفو بین الملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل و چندین دولت از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه درباره شیوع کرونا در زندان ها مدام هشدار داده اند و همچنان این هشدارها ادامه داره. حکومت ایران هیچ توجهی نمی کنه. هیچ با فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی انگار داره روند انتقام گرفتن از شریفترین مدافعان حقوق مردم رو سخت‌تر میکنه. مهدی هاشمی رفسنجانی رو که به اتهام رشوه گرفتن از شرکت‌های نفتی که فقط یک قلمش 15 میلیون دلار از استاد اویل نروژ بوده به 10 سال زندان محکوم کرده بودند، بعد از 5 سال که مدام هم در مرخصی بود البته بالاخره آزادش کردند به گفته وکیلش آقای علیزاده طباطبایی. بعد اسماعیل عبدی دبیر شریف ریاضی رو که هیچ جرمی نکرده جز اینکه دبیر کانون صنفی معلمان کشور بوده، 21 سال ریاضی درس داده به بچه‌ها، از تیرش 94 میندازنش زندان با حکم 6 سال حبس. اردیبهشت امسال 99 10 سال حکم قطعی دیگه بهش میدن که با تموم شدن اون 6 سال زندان اولش آزاد نشه. یه وقت سه‌شنبه 15 مهر حسین تاج وکیل اسماعیل عبدی معلم و عضو کانون صنفی معلمان میگوید متاسفانه درخواست اعاده دادرسی ما را قوه قضاییه رد کرد و آقای عبدی تا سال 1409 باید در زندان باشند. همین کار رو با زندانی های دیگه میکنن. جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با 6 سال حکم زندان رجایی شهر، زندانی زندان رجایی شهر. خرداد امسال، خرداد 99، آمد از 13 ماه حبس دیگه بهش اضافه کردن چون میگن در زندان تبلیغ علیه نظام کرده و انداختنش تو زندانی های عادی. اونجا تبلیغ علیه نظام کرد. جعفر عظیم‌زاده از زندانیان است که در زندان به کرونا دچار شد. یه تیکه ببینین از صحبتاشو. سال 95 وقتی با اعتصاب قضا از زندان به طور موقت آزاد شده بود. مزد برابر در ازای کار برابر که با وجود شرکت های پیمانکاری کاملا در بعد میلیونی در واقع داره پایمال میشه. حق برپای تجمع، حق برپای اعتصاب، حق برپای تشکل و
تشکل مستقل بدون کسب اجازه از دولت کارفرما، تضمین امنیت شغلی، اینها به مسائل هممون چه در زندان باشیم چه بیرون باشیم برای تحقق مطالبات مبارزه خواهیم کرد و هیچ کس نمیتونه این حق مبارزه را از ما سلب بکنه. هیچ قدرتی نمیتونه به ما بگه نون نخواهید، خواهان بهبود شرایط زندگیتون نشید. هیچ قدرتی این کار رو نمیتونه بکنه، هرچند که ما رو به زنجیر بکشه. این دفاع از حداقل‌های زندگی واقعا روش همه زندانیان سیاسی است. بیانیه‌هاشون نشون میده دیگه، صحبت‌هاشون از داخل زندان نشون میده دیگه، از محمد نوروزاد گرفته تا نرگس محمدی که خوشبختانه آزاد شد، تا نسرین ستوده که در مجموع 38 سال زندان با 148 ضرب شلاق محکوم است به خاطر اینکه جرائمش از جمله عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر است و عضویت در انجمن حمایت از حقوق کودکان. به تازگی اعتصاب غذای بیش از 2 ماهه رو که در اعتراض به دخالت مطلق نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در احکام صادره علیه متهمان سیاسی است به پایان رسوند. اعتراض داشت، اعتراض دارد به ادامه حبس در دوران همه‌گیری کرونا، شرایط حاکم بر زندان‌ها. تو اعتصاب قضا که بود، نوید افکاری اعدام شد. پیام داد به همسرش آقای رضا خندان در محکومیت اعدام نوید افکاری. رضا خندان ضمن انتشار پیام همسرش نسرین ستوده نوشت: هدف اصلی حکومت‌ها از اعدام‌های سیاسی ایجاد وحشت در بین مردم است. اعدام‌های سیاسی در ایران رفته رفته به جای ایجاد وحشت تولید نفرت می‌کنند. اعدام نوید افکاری نیز وحشت ایجاد نکرده، طوفانی از خشم و نفرت همه جا را پر کرده است. تقدیمی این هفته با صدای زنده یاد استاد شجریان به خانواده نوید افکاری و همه خانواده هایی که داغدار فرزندان اعدام شده شون هستند. از دوشنبه 14 مهر اعلام شد که دیگر بیمارستان‌های تهران تخت ندارند واسه مبتلایان به کرونا. دیگه از هرومن شمس آمار واقعا صحبت می‌کنه دیگه. ما امروز آمارمون هم از لحاظ موارد شناسایی جدید بیشترین از زمان اول کرونا تا الان بود، هم متأسفانه میزان مرگ، و خب این نشون میده که ما در یک وضعیت بحرانی هستیم. بیمارستان هم در همین وضعیت هستن. حتما استاد توضیح دادن که واقعا الان وضعیت به صورتی شده که بیمارانی که احتیاج به بستری دارن تخت بستری پیدا نمیکنن در حال حاضر. حداقل در سطح شهر تهران به این صورت، با وجودی که 105 بیمارستان مشغول در واقع پذیرش بیماران کرونا هستن، با این وجود ما تخت بستری نداریم در سطح شهر تهران. بیمارستان مسجد دانشوری هم از این قاعده مستثنا نیست. متاسفانه ما شرمنده مردم گرامی هستیم که مراجعه میکنن، بالاخره یه تعدادی میتونیم بستری کنیم ولی یه تعدادی واقعا تختی برای بستری وجود نداره.
چرا وضع به اینجا رسید؟ بیایم اول از همین آخر شروع کنیم، یعنی افزایش ناگهانی همین چند روز اخیر. از عرض کردم در مقدمه که از زمان آغاز شیوع کرونا تا امروز بی سابقه بوده است. و یک نکته بسیار مهم هست که ببینید چقدر جمهوری اسلامی هماهنگ با تخصص و علم در جهان حرکت میکنه. از اول شیوع کرونا متخصصان بهداشت و سلامت در همه دنیا قرنطینه دو هفته ای رو توصیه کردن که همین دو هفته شد معیار و دستورالعمل مورد تایید سازمان جهانی بهداشت. توضیحی هم پشتوانه این قرنطینه دو هفته ای بیمار مبتلا به کرونا بوده است و هست این است که این بیماری در طول 14 روز خودشو نشون میده معمولا، و اون وقت میشه ناقل بیماری رو از کسی که مبتلا بهش نشده هنوز جدا کرد و پیشروی ویروس رو تو بدن اون کسی که ناقل هست کنترل کرد. حالا تو این پیک جدید کرونا که فقط تو ایران هم نیست، در بعضی کشورها و شهرهای دیگه هم شاهدش هستیم، با همین معیار دو هفته تعطیلی باز شروع کردن که بتونن دوباره به صفر برسونن. نیویورک میدانید که برای مثال شهری بود که بیشترین مبتلایان به بیماری رو داشت در آغاز شیوع کرونا، به صفر رسوند با سیاستهایی که اعمال کرد. الان هم شهرهایی مثل نیویورک و پاریس هر دو اعلام تعطیلی دو هفتهی کردن از اول همین هفتهی که گذشت. تهران جمهوری اسلامی یه هفته تعطیل کرده چون بدون هیچ دلیل علمی و منطقی میخواد همه چیش با همه دنیا فرق بکنه. هیچ فایده ای هم نداره. متخصصین وزارت بهداشت هم میگن همین پنجشنبه یه عده از متخصصین حکومتی، لااقل پزشکان حکومتی، اونا هم گفتن هیچ فرق نمیکنه یه هفته. سه روز بعد از اعلام تعطیلی یک هفتهی نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران، گفت که در تهران همه بیمارستان ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر کرونا هستند و 40% مراجعه کننده ها به بیمارستان های تهران بدحالند. ایران در این هفته سه رکورد کرونایی پیشین خود در میزان موارد ابتلا، بستری و مرگ را شکست. فقط در یک روز بیش از 4000 مبتلا، بیش از 2000 بستری و بیش از 240 فوت از کرونا. درگذشت مردمی که امکانات حکومت هلشون میده به طرف مرگ فقط. و دکتر مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا میگوید ممکن است آمار کرونا دو برابر آمار وزارت بهداشت باشد. و میدانید که طبق بررسی و مدل سازی محققان کانادایی در بیمارستان عمومی تورنتو و دانشگاه تورنتو که در سوم اسفند 98 منتشر شد، تعداد مبتلایان در ایران حدود 200 برابر رقمی است که دستگاه رسمی حکومت اعلام میکنند. خب دروغ گفتن به مردم یه چیز عجیبی نیست در جمهوری اسلامی، اما در این مورد خاص چرا؟ که مسئله فقط انسانی است، البته از دید انسان ها. چرا اینجا دروغ میگن دیگه؟ چون از همون روز اول معمار خشت و کج گذاشت. از اول شیوع کرونا بنا به فرمان ولی فقیهشون اینا فقط فکر انتخاباتشون بودن، راهپیمایی 22 بهمنشون. همین مسیر دروغ تا امروز ادامه دادن که به این فاجعه رسیده. باید برگردیم به اول، یک مرور کوتاهی مختصر بکنیم تا بتونیم به درستی دریابیم که چرا امروز و از چنین شده است. یکم دی ماه 1398، یکم دی ماه پارسال از ووهان چین خبر رسید که عده‌ای ظاهراً بدون دلیل دچار سینه پهلو شدن. هیچ دارویی هم روشون کارگر نیست. بعد خبر آمد که حدود 2000 نفر تو همون شهر از بیماری مشابه مردن. سرعت گسترش ویروس با هیچ بیماری دیگه قابل قیاس نبود. تو چند روز شمار مبتلاها رسید به حدود 80000 نفر. 78000 نفر درست. و فوت شده ها نزدیک 3000 نفر. در ایران دو ماه بعد از شیوع کرونا در چین و روزانه
5 پرواز که بعد شد هفته 12 پرواز از فقط ماهان ایر به چین در تمام طول دو ماه دی و بهمن ادامه داشت. 30 بهمن 98 وزارت بهداشت اعلام کرد نتایج آزمایش اولیه 2 مورد از موارد مشکوک از نظر ابتلا به کرونا مثبت است. راهپیمایی 22 بهمنشون برگزار شده بود اما هنوز به همین دلیل اعلام کردن این دو مورد، اما هنوز انتخابات مجلسشون که دوم اسفند بود نرسیده بود، 2-3 روز بعدش بود. نمیشد کامل لاپوشونی کرد چون موارد ابتلا زیاد بود، ناگهانی بیمارستان به ویژه بیمارستان کامکار قم گرفتار شده بود و مردم فهمیده بودن. پس رسما دولت میاد فقط 2 مورد اعلام میکنه که بگه اگر باشه بیشتر خب ما شناسایی میکنیم این 2 مورد فقط بوده. امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس گفت که شمار قربانیان در این شهر 50 نفر از همون وقتی 2 مورد اعلام شد و این ویروس دست کم از 3 هفته قبل در قم شیوع پیدا کرده بوده. این حریرچی کرونا گرفته، این معاون وزارت کشور و اولین کسی که کرونا گرفت این مجموعه، یقه امیرآبادی نماینده که این حرف رو زده بود گرفت که آماری که میدی یعنی 50 تا کشته، اگه 1/4 درست باشه من استعفا میدم. امیرآبادی هم در جوابش 5 اسفند نوشت در خصوص دفن شدگان در بهشت معصومه قم چه دارید بگویید. البته پزشکان بیمارستان کامکار و فرقانی نوع فوت را مشکل حاد تنفسی می نویسند، ولی خب می دانید که فوتی ها از میان قرنطینه های کرونا هستند. بله، روزانه 10 نفر در قم از بین می روند، تا شب گذشته 50 نفر به دلیل نوع 5 اسفند و 50 نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند. بیش از 250 نفر در قرنطینه هستند. امکانات کافی در قم نیست و بسته های پیشگیری هنوز به مردم نرسیده. در بعضی داروخانه ها ماسک پیدا نمی شود. در جلسه غیرعلنی از وزیر بهداشت خواستم قم را قرنطینه کند و حتی دعوا کردم که چرا دروغ میگویید، زیرا شرایط این گونه که میگویید نیست و وضعیت قم بحرانی تر از این حرف هاست. وضعیت همه شهر بحرانی تر از این حرف ها بود. چین آمد با بعد از اینکه صادر کرد، در واقع اولین کشور صادر کننده کرونا بود به جهان، آمد فوری با قرنطینه کامل مرگ از کرونا رو کنترل کرد. از اواخر اسفند شیوع کرونا ایتالیا رو بحرانی کرد و آماری که خود رسانه‌های جمهوری اسلامی در فروردین 99 منتشر کردن نشون داد که بعد از ایتالیا ایران رتبه دوم در مرگ و میر ناشی از کرونا رو در جهان داره. در فروردین 99 عرض کردم از اول دیماه خبر شیوع کرونا در چین منتشر شده بود. در ایران 22 بهمن، البته در چین هم چند هفته لاپوشونی کردن حزب حاکمش و اینها، ولی به هر حال اون بحث جدایی است. و در ایران 22 بهمن راهپیمایی حکومتی بود. از اول دی که اعلام شده بود در اونجا و در قم هم کلی آدم از کرونا مرده بودن، ولی روز 22 بهمن راهپیمایی حکومتی بود. دوم اسفند انتخابات مجلس، انتخابات میان دوره این مجلس بود، نه خود انتخابات مجلسش چه میدونم، هم انتخابات مجلس. و برای همین ستاد ملی کرونا میاد بعد از همه این برنامه ریزی های حکومتی انجام تشکیل میشه. ششم اسفند ستاد ملی کرونا تازه تشکیل میشه. نخستین سخنرانی رهبر معظم بعد از شیوع کرونا در ایران همون ششم اسفند برگزار میشه. خبر این بروز این ویروس به این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد شب پنجشنبه. سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رأی دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید خامنه ای میگه آمدن درست روز قبل از انتخابات گفتن کرونا که از وحشتش مردم نیان رأی بدن. اون یعنی والا یکیش اینه که کرونا نبوده و بی خود گفتن کرونا. خب گیریم حرفش درست. آمدن دشمن اومد گفت که کرونا، یه روز درست قبل از
انتخاباتشون و تا صندوق ها خلوت بشه فلان بشه اینا قبول. همین شهریور 99 همین تازگی که دیگه وحشت از کرونا البته متاسفانه در بین مردم از بین رفته، چطور انتخاباتتون خلوتترین انتخابات در تمام 41 سال گذشته بود؟ قطع اعتماد و امید مطلق مردم از شما چه ربطی به کرونا داره؟ تو همین شهریوری که محلای رأی‌گیریتون اینقدر خلوته، دیدین دیگه، یکی دوتا عکسشو دیدین، این هم یک صحنه از ازدحام مردم در مخالفت با نصیحت مسئولان حکومت در شهریور 99. تو همون شهریور که سفر نرین کرونا میگیری. و از اینا مهمتر، نماینده مجلستون میگه سه هفته بود که میدونستین کرونا یه در آلوده کرده، یعنی از زمان سخنرانی که از آقا شنیدین، از آقای امام خامنه‌ای شنیدین، میشه یک ماه. میدونستین یه در آلوده کرده، نگفتین، میخواستین انتخابات و راهپیماییتون بگذره بعد بگین، یعنی عمدن قتل کردین، نه یه نفر دو نفر، انبوهی که هیچ وقت اعلام نشد، باعث شیوع سریع بیماری کشنده شدین تو مردم و وقاحتتون بی حد و مرز وقتی که رهبرتون میاد در دومین سخنرانیش بعد از شیوع کرونا میگه که ما برخلاف خیلی از کشورها آمار کرونا رو از اول شفاف اعلام کردیم. 13 اسفند 98 حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده، این حادثه میدونید شنیدید در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود. همین دروغا بود که ایران خیلی زود شد نخستین صادر کننده کرونا به کشورهای منطقه. اول بعد از چین دومی بود، بعد شد نخستین کشور به صادر کننده به کشورهای منطقه. به ویژه وزیر بهداشت ترکیه در مصاحبه با حریت گفت که از تهران درخواست کردیم قم را قرنطینه کند. اگر ایران این شهر را قرنطینه می‌کرد دیگر نیازی به بستن مرزها نبود. ایتالیا منطقه ای را که ببینید اگر یادتون باشه همون اسفند و فروردین یک مقایسه میشد بین وضعیت ایران و ایتالیا، چون با همون شدت شایع شدن، همون سونامیواری شیوع کرونا در ایران، در ایتالیا هم یه همچین وضعیتی به وجود اومد. ایتالیا اینا رو داره وزیر بهداشت ترکیه میگه، میگه ایتالیا منطقه ای را که در آن ویروس مشاهده شد کاملا قرنطینه کرد و کار صحیحی بود. چین نیز ووهان را قرنطینه کرد. اگر ایران هم شهر قم را قرنطینه میکرد این پیشگیری ها و تدابیر ضروری نبود. در حالی که در کشورهای دیگر موضوع قرنطینه جدی اعمال می شود یا موارد پیشگیرانه به سرعت انجام می شود، در ایران دولت حتی از تأمین ماسک و ژل ضد عفونی به عنوان ابتدایی ترین وسایل عاجز است. از آن سو کشور چین در عرض 10 روز، این چین رو من مخصوصا مثال میارم، هم عرض کردم که صادر کننده ویروس کرونا به جهان بوده است، هم خیلی مورد علاقه مسئولان جمهوری اسلامی است. از آن سو کشور چین در عرض 10 روز یک بیمارستان می سازد. ایران پزشکان بدون مرز رو که با تجهیزات بیمارستان صحرایی آمدن اخراج میکنه. ما نیازی نداریم. در مجموعه این چی بگم؟ واقعا بی‌لیاقتی بگم، دشمنی مستقیم حاد با مردم بگم، مجموعه همه این عوامل است که بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی احتمال مرگ در صورت ابتلا به ویروس کرونا در ایران 25% و این احتمال در برای مثال چین تنها 2%. مخالفت شد ماها از طرف ولی فقیه و کلا روحانیت حاکم با قرنطینه شهرهای قرمز از جمله قم و مشهد. قم که اولین شهر
همون اسفند 98 که ایران رتبه دوم رو در مرگ و میر ناشی از کرونا داشت، نماینده های رهبر معظم در استانهای مختلف آدمای اصلی مخالفت با قرنطینه حتی حسینی ها و امامزاده ها بودن. یه مثال فقط، شاید هم دیده باشون صحبتاشو، ویدیوهای زیباشو. سعیدی نماینده ولی فقیه تو قم که یادتونه گفته بود خامنه ای وقتی از رحم مادرش میخواست بیاد بیرون گفت یا علی، و بعد هم میگن یا علی فلان، این آدم یکی از کسایی است که نمیذاره حرم حضرت معصومه شون قرنطینه بشه، بسته بشه. ما این حرم مقدس را دارالشفا میدانیم. ببینین، فقط همین یک نمونه کافی است که یکم فکر کنیم در کشوری که قطب عالم تشیع و ائمه اطهار به قول خودشون، رهبر مسلمین جهان در این کشور، حرم امام هشتم در مشهد و خواهر امام هشتم در قم، دست کم 11,000 امامزاده تو هر گل جای این مملکته، چی جوری شفاخواهی از این لشکر انبوه نتونست جلو شیوع بیماری کرونا رو بگیره؟ از این قافله حق بازی و قتل عمد مردم، سپاه پاسداران هم البته عقب نمیفته. مأموریت هواپیمایی ماهان که مال سپاهه و قبلا مفصل تو همین برنامه شناسنامه‌شو گفته ایم، سعی میکنه بیشترین سود مالی رو توی این بحران ببره. بعد از اینکه در اوج شیوع ویروس کرونا در چین پروازهای بین ایران و چین توسط دولت ممنوع شد، سفیر چین در تهران عکسی از دیدارش با مدیر عامل هواپیمایی ماهان منتشر کرد و خبر داد که هواپیمایی ماهان تمایل به تداوم همکاری با چین دارد. بعدها معلوم شد که پروازهای ماهان به چین در دوره ممنوعیتی که دولت مثلا اعلام کرده بود ممنوع نبوده است. اینو خودشون میگن. در همین دوره قربانی گرفتن وحشتناک کرونا که همه زیر سایه رهبری آقا امام خامنه ای عملی شده، مسئولان ارشد بهداشت و درمان کشور ایران و سوریه رو ببینین که چطور بر اساس حیرت انگیزه، چطور بر اساس یک دستور العمل واحد، یک انشای واحد که از بیت خامنه‌ای دیکته شده، دروغ میگن تا شرایط تو عادی که نه عالی جلوه بدن. در طول یک هفته چهارم تا 11 فروردین 99 اتفاقی داره میفته که فقط در حد یک معجزه است. در آینده نزدیک یک دستاوردی برای جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد که در عرصه بین المللی رتبه اول خواهد شد. اینو تردید ندارم با لطف الهی. یعنی کاری که ما کردیم یک کار بسیار، اروپایی‌ها چند روز پیش تماس گرفتن ویدیو کنفرانس با ما داشته باشن، از تجربه ما استفاده کنن که شما چه کردید که این موج سهمگین رو در این گستره که به اندازه چند تا کشور اروپایی است اینجوری جمع جور کردید. خب اینا همه لطف پروردگار بود. ما امروز در یک نقطه مطلوبی. وزارت صحه اجراءات سوریه هي اجراءات قويه، وانا ما بخفيك يعني انا من يعني نحن بمجال عملنا في كثير في دول اجت اخذت منا طريقه تعاطينا مع هذا الموضوع خبره كخبره، والخطه الوطنيه اللي انحطت من وزاره الصحه. رهبر معظم جهان اسلام میشینه در تهران تصمیم میگیره و دیکته میکنه به نمکی در تهران و همتاش در دمشق، و بعد میان کمک میفرستن برای مردم مستضعف آمریکا. این محموله امدادی کمک‌های مردم ایران به مردم مستضعف آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا در این کشور قرار است دانشجویان جهادی این محموله را به حافظ منافع آمریکا در ایران سفارت سوئیس اهدا کنند. یونس شادلو، باشگاه خبرنگاران جوان. یه
کامیون گذاشتن اونجا، 4 تا کارتون بیسکویت توشه، احتمالاً چون اگه بیسکویت باشه. اینجور نگاه کردن به مهمترین و عاجلترین موضوعی که با جان میلیون‌ها انسان مرتبطه، چند ماه بعد کارو به جای میرسونه که همون نمکی وزیر بهداشت که اونجوری داشت انشای رهبر رو میخوند جیغش در میاد. پنجشنبه هفتم فروردین روحانی میاد کمبودهای حوزه بهداشت و درمان در بحران مقابله با کرونا رو توضیح میده و میگوید که از خامنه‌ای، از رهبر معظم خواستم که با برداشت رقم 1 میلیارد دلار از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی موافقت کند. پول مردم رو اجتماع بلوکه کردن اونجا دیگه، خودشون تصمیم میگیرن. حالا 1 میلیارد دلار. او در این زمینه اظهار کرد بخش بهداشت و درمان کشور به بودجه بیشتری نیاز دارد که مجموع آن به همراه رقمی که برای بیمه بیکاری نیاز داریم مبلغی حدود 1 میلیارد دلار است. بعد از نزدیک 2 هفته بالاخره رهبر معظم موافقت فرمودند که 1 میلیارد دلار از ذخیره کشور برداشت بشود برای مقابله با کرونا، بدن به ستاد ملی مبارزه با کرونا. خب 6 ماه گذشت. بعد از 6 ماه معلوم شد 27% از این 1 میلیارد دلار رو به کرونا اختصاص دادند، اگه اختصاص داده باشه. قسمتی جزئی از اون مبلغی که در از صندوق تخصیص یافته بود رو دیروز آزاد فرمودن که من عرض کردم، من اگر 4-5 ماه پیش التماس میکردم، خواهش میکردم، به دلیل این بود که میخواستم خودم رو برای یک پاییز سنگین آماده کنم، برای اینکه بتونم بار رو از دوش همکارانم بردارم، برای اینکه یک چیزی بدم به این بچه‌هایی که 6-7 ماه دارن زحمت میکشند، بتونم از خجالت و شرمندگیشون در بیام. ولی به نظرم با توجه به اینکه هی صبوری کردیم که خدای نکرده ما این پول رو نیاریم تو بازار و چرخشش باعث تغییر در پایه پولی بشود و دلار با این تحول دچار نوسانی بشود، صبوری کردیم. دیروز من با آقای دکتر تقوی نژاد گفتم آقا این خوردرم برگردونید، این رو هم برگردونید، من نمیخوام. من و همکارانم میخواییم بگیم ما نمیخواییم، ما گذشتیم، که مبادا این درخواست من خدای نکرده در شرایطی که اگر من با عنوان متخصص میگم، اگر که خدای نکرده کرونا رو شکست بخوریم، پایه‌های نظام رو دچار تزلزل خواهیم کرد، که البته هرگز این نخواهد شد. گفتیم نکنه خدای نکرده ما رو پایه پولی یا اون معادلات اقتصادیشون، من درست 4-5 سال سازمان برنامه بودم ولی هرگز به اندازه بعضی از دوستان اقتصاد بلد نیستم. گفتیم آقا این هم نمیخواییم. ما با همکارانمون اعلام کردیم که این رو هم نمیخوایم. ما از این به بعد لب فرو میبندیم. اینکه پس دادیم همون 27% هم. این کلی 1 میلیارد دوباره دست خودشون. حالا گوش بدین. بعدش همین آقای نمکی وزیر بهداشت میاد تو اینستاگرامش در پوشش درد دل با قاسم سلیمانی مینویسه 1 میلیارد دلاری که رهبری از صندوق توسعه موافقت کردن ماه هاست به جز سهم کوچکی نگرفتم، نمیدانم برای کدام کار مهمتر گذاشتند. هر کدوم کار مهمتر؟ فقط یه قلم خرج ساختن 30,000 تا خونه در سوریه کردن، همزمان اعلام شد، همزمان با آزاد شدن این 1 میلیارد دلار، که ایران در سوریه 30,000 مسکن میسازد. مصالح ساختمانیشون هم همین هفته گذشته اعلام شد که داره ارسال میشه. مصالح ساختمانی مورد نیاز این بازسازی از سوی جمهوری اسلامی ایران در حال ارسال است. معاون وزیر صنعت گفت که بازسازی کشورهای همچون سوریه و عراق و هر کشور اسلامی نیازمند به کمک یک وظیفه شرعی است و ایران آمادگی این بازسازی را دارد و از کشورهایی که نیاز به بازسازی، راهسازی، سدسازی، دریافت خدمات از ایران دارند، ما این پتانسیل را داریم و قادر به کمک هستیم. بعد هم میگه شرکای
شرکت‌های ببخشید خدمات فنی مهندسی ایران در حال حاضر همین الان در عراق و سوریه حضور دارن، آمادگی حضور بیشتر رو هم دارن و شرکت‌های خدمات فنی مهندسی شما نباید تو خوزستان جنگ زده که هنوز خرمشهر ویرانه، تو کرمانشاه زلزله زده که هنوز سر پل ذهاب شده که میدانید، نباید اونجا باشن. سوریه سازی وظیفه شرعی شماست البته، و بودجه‌ای که باید صرف مبارزه با فلاکت و مرگ و میر بیشتر ناشی از کرونا بشود ببینید، من نمیخوام به دزدی های دیگر بپردازم، یه نمونه کوتاه امیدوارم فرصت داشته باشم بگم. از 10 میلیارد دلار سالانه ارز 4200 تومانی، 4200 تومان کجا؟ 30,000 تومان کجا؟ ارز دولتی 4200 تومان سالانه 10 میلیارد دلار ارز میدن به 4 تا دمکلفت و گلپسر. خودشون میگن نصفش معلوم نیست کجا رفته، سالی 5 میلیارد دلار گم شده. واقعا تکلیف 4,500,000,000 دلار ارز 4200 تومانی هنوز مشخص نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید با این منابع تاکنون نه کالایی وارد کشور شده و نه این مبلغ تسویه و بازگردانده شده است. پیشتر در گزارش تفریغ بودجه 97 کشور مجلس اعلام کرده بود سرنوشت 4,800,000,000 دلار ارز با نرخ 4200 تومان مشخص نیست. در بودجه 3 سال گذشته سالانه بیش از 10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی از جمله دارو، مواد غذایی، نهادهای دامی و کشاورزی اختصاص داده شده است. ببینیم، به نظر نمیاد که فقط تک خوری دمکلفت ها و آقازاده ها باشه. سپاه که بارها مستند کرده ایم که چه نقشی در قاچاق و گم شدن میلیاردها دلار داشته، بالاخره این پولا رو واسه ونزوئلا و سوریه و جاهای دیگه لازم داره دیگه. کاری نداریم به میلیاردها دلار گم شده در مسیر دولت و بیت امام خامنه ای و بانک های سپاه. همین یه قلم بودجه 1 میلیارد دلاری که مستقیم اعلام شد که باید صرف مقابله با کرونا و کمک به مردم بشه، همین و با اعلام رسمی خودشون میدونیم که 27% فقط داده شد و وزیر بهداشت گفت برش گردوندیم، اگرم برش نمیگردون 730 میلیون دلارش به نام کرونا خرج چیزای دیگه شد که هیچ ربطی به مردم ندارد و بسا علیه منافع مردم ایرانه. اون وقت مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینای تهران میگه برخی از خانواده های شهدای سلامت به اصطلاح، یعنی کادر درمان جانباخته این مبارزه با کرونا، به نان شب محتاجن. این خانواده ها تا دیروز آبرومند زندگی میکردن اما هم اکنون نانآور خود را از دست دادن و اقدامی هم برای این خانواده ها انجام نشده است. روزنامه ایران یک شنبه 13 مهر 99 از ابتلای بیش از 80% پرسنل بیمارستان مسیح دانشوری به ویروس کرونا خبر داد. میدونید که مسیح دانشوری مهمترین بیمارستان مبارزه با کرونا در تهران. این کادر درمانی و خانواده هاشون مثل اکثریت مردم ایران وقتی نه درآمد کافی دارن نه بیمه دارن، چون بیمه شون رفت سوریه، نه حتی میگم رفت سوریه دقیق میگم برای اینکه اون 1 میلیارد دلار یکی از دلایل مهمه که دو دلیل اصلی داشت، یکیش این بود که مسئله بیمه بیکاری مردم جاش پر بشه، یعنی داده بشه، یعنی تو این دوره کرونا. خب مردمی که نه بیمه دارن نه حتی قرارداد درست کار که تا مریض میشه کارفرما اخراجشون نکنه، اینا باید چی کار کنن؟ آمار وحشتناکه، از 26 میلیون نفر شاغل مزد بگیر در ایران میگوین خودشون فقط 7 میلیون نفر بیمن، یعنی از هر 4 تا مزد بگیر 3 نفرشون بیمه بیکاری ندارن. و حتی اگر دولت بخواد مثل کشورهای دیگه در دوره کرونا بیاد بر اساس مالیات و بیمه شناخته میشن دیگه، تو مثلا آمریکا یا هر کشور دیگری که به هر حال نظام سرمایه‌داری جریان داره میگوید که بر اساس مالیات که به دولت میدی و بر اساس بیمه شناخته میشه، خب میان بر اساس اینا به شاغلان بیمه بیکاری میدن، به ویژه در این دوره کرونا کمک مالی جایگزین حقوق میدن. حتی اگه دولت جمهوری اسلامی بخواد این کارو بکنه به دلیل اینکه اصلا زیر ساخت بیمه وجود نداره، اصلا ساختار بود، فقط میتونه به 1/4 از 26 میلیون مزد بگیر بیمه بده.
کمک کنه تو این دوره کرونایی. و سه چهارم جمعیت شاغل موز بگیر کشور هیچ دریافت نمی کنه. وقتی کل سیستم فاسد و ناکارآمد باشد، نتیجه اش می شود این که اونایی هم که کار می کنن، دستمزد مصوب وزارت کار برای هر کارگر در سال 99 چیزی حدود 1,900,000 تومان. یکی از مدیران اقتصادی اعلام کرد که خط فقر به 10,000,000 تومان رسیده و کارشناسان معتقدند به بیش از 10,000,000 تومان. این یعنی درآمد کارگران مصوب وزارت کار تنها 1/5 هزینه زندگی را جواب می‌دهد. 97% قراردادها با کارگران موقته. 97% قراردادها موقته، یک ساله، 6 ماهه، 3 ماهه. یعنی همیشه سایه تهدید بیکاری، عدم تمدید قرارداد بالای سر کارگره. کارگر که عرض میکنم یعنی همه حقوق بگیرای جز معلم، کارگرای کارخونه ها، اکثریت کادر درمانی بیمارستان ها و درمونگاه ها. جمهوری اسلامی ایران به یکی از فلاکت زده ترین کشورهای جهان تبدیل کرده. اون وقت همچنان به ویژه تو این وضعیت کرونایی از خواست خارجی تو سوریه و عراق و هر کشور مسلمان فلان و اینا نمیگذره. ببینید دیگه، بر اساس شاخص‌های فلاکت در بین کشورهای فلک زده جهان، جمهوری اسلامی ایران رتبه دومو داره. 19 میلیون ایرانی حاشیه نشینن، یعنی از 4 نفر 1 نفر در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی میکنن. کمبود آب، تعطیلی کارخونه ها، مشکلات مالی باعث شده است که مهاجرت به شهرهای بزرگ شدت بگیره. اون وقت با یه همچین جهنمی که برای مردم درست کرده جمهوری اسلامی، میگه وضع اقتصادی ایران بهتر از آلمانه. آمار وضع اقتصادی آلمان از طریق مسئولین اونجا اعلام شده که امسال منهای 5.2% اقتصادشون کوچیک میشه و منفی هست رشد اقتصادیشون. خب شما نگاه کنید، یک کشور پیشرفته با همه امکاناتی که داره و خب معلومه شرایطش، نه تحریمی هست نه مشکلی هست، اونا تو این شرایط الان قرار دارن و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت. ما حتی امیدواریم که بدون نفت ما یا حتی با نفت ما تا پایان. خوب شد البته قطع کردن دوستان اینجا، بسش همون صحبت روشنه که میگوید وضع اقتصادی ما درخشانتر از درخشان و فلان و بهمان. ببین، آلمان 4 اقتصاد بزرگ دنیا و قدرتمند دنیاست، بعد از آمریکا، چین، ژاپن. آلمان قدرتمندترین اقتصاد اروپا رو داره، برای نرخ بیکاری جهان رو داره و عرض کردم در اروپا هم بزرگترین اقتصاده، با نرخ بیکاری 4%، نرخ تورم 0.5%. رئیس جمهور وقتی آخوند میشه، میاد ایران فعلی رو که از هر 4 خانوار نیروی شاغل طبق آمار رسمی همین دولت و اداره آمارشون 1 خانوار نان شب ندارد، مقایسه میکنه با پرج و بخاد. مثلا حالا خوشش میاد بگه از آلمان بهتریم. فکر میکنین اونی که میاد رو منبر میگه از ریک های کربلا در زمان ظهور مهدی میشه شمش طلا در آورد، از کجا میگه؟ میگه ریگای کربلا همش میشه شمش طلا و فلان. پخش کردیم دیگه تو پرده آخر، اینم صحبت روحانی بود اینجا. بله، آلمان یکی از کشورهایی است که بودجه کافی برای آموزش پرورش و برای تحقیقات علمی میذاره، زیر ساخت محکمی داره در دوره مقابله با کرونا. آموزش دبستان، دبیرستان و دوره عالیش بیشتر آنلاینه، چند ساعت در هفته آنچه به آزمایشگاه و کارگاه مربوط میشه، با رعایت فاصله اجتماعی و تقسیم ساعت بین تعداد دانش آموز و دانشجوها حضوری. این چیزی است که در غرب و حتی کشورهای عرض کردم مورد علاقه جمهوری اسلامی در آسیای جنوب شرقی اجرا میشود. در ایران روحانیت حاکم فقط روزه میخونه. یکی از روزه هاش رو حتما شنیدین، 15 شهریور توی سخنرانی ویدیویی از کاخ سعدآباد آقای روحانی به 14 میلیون دانش آموز فرمودن درس حضوری بخونن، فاصله اجتماعی رو البته رعایت کنن، کارهای خوب بکنن، گلبازی نکنن. اینا ببینید. اما امسال اصل مهمه، یعنی دانش آموزی که حتما باید فاصله رو مراعات کند، دانش آموزی که در موقع ورود، در موقع خروج با تراکم و ازدحام نباید مواجه شود.
دانش آموزی که در مسیر راه از منزل تا مدرسه باید اصول بهداشتی را مراعات کند. چی میگه این؟ کلاس ها خیلی هاشون 30-40 تا دانش آموز توشه، فاصله اجتماعی کیلومتر. برنامه دولت برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری و مرگ و میر مردم چیه؟ این تخیلات و منبره که برای مردم زندگی نمیشه. بی برنامگی جمهوری اسلامی اینقدر فراگیره که حتی توصیه حضرات به تعطیلی پایتخت هم نمیگیره، در شرایطی که 2/3 فوتی های کرونا متعلق به تهران طبق آماری که میدن در همین هفته گذشته. تو همین شرایط هم مردم همین تهران نمیتونن بشینن خونه باد هوا بخورن، نون میخوان شب. این مترو صادقیه است، 15 مهر، هفته ای که مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن تهران تعطیل. چرا دستورالعملاشون رو مردم به هیچ میگیرن؟ چون نه حرفاشون رو باور میکنن، نه پسنداز بیمه ای دارن که بتونن یه مدت باهاش سر بکنن. تو هیچ کشوری کرونا با نصیحت و منبر رفتن مسئولان حکومتش تضعیف نشده و خود به خود زندگی مردم بره بالا، عادی بر نمیگرده. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی خود مردم رو، اجازه بدید عرض کنم که با وقاحت خود مردم رو مسئول گسترش کرونا میدونه، این است که هیچ خدماتی به مردم نده مثل بقیه کشور رو در مقابل کرونا. نذاره تو قرنطینه مردم رو که مجبورش نیازمندی های اولیهشون رو مثل غذا و آب و برق و گاز و تجهیزات الکترونیک تأمین بکنه. وقتی هیچ خدماتی نباشه، بودجه‌ای برای مقابله با کرونا اختصاص داده نشه، رسیدگی به بیمار کرونایی هم پولی میشه. و اگه وسط کار دکتر بفهمه که پول کافی نداره این بیماری که در حال مرگه یا خوب شده، تو همون بیمارستان زندانیت میکنه. نماینده مهاباد از زندانی شدن و عدم ترخیص 40 بیمار کرونایی در بیمارستانهای امام خمینی مهاباد و ارومیه خبر داد و گفت متاسفانه این بیماران چون توان پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند، توسط مسئولان بیمارستان زندانی شده و ترخیص نمی شوند. متن نامه نماینده مهاباد به وزیر بهداشت. جناب آقای نمکی وزیر بهداشت فلان، با سلام و احترام، پیرو مذاکرات شفاهی قبلی با جناب عالی در رابطه با هزینه های درمان بیماران کرونا در شهرستان های محروم از جمله شهرستان مهاباد، با عنایت به اینکه پزشکان متخصص نسبت به تجویز بعضی از اقلام دارویی برای درمان بیماران کرونایی اقدام می نمایند، ولی مسئولان بیمارستان اعلام می کنند که داروی مذکور یعنی آمپول فلان در لیست تعهد بیمه‌ای قرار ندارد و همراهان بیمار ناچار خواهند شد برای هر بیمار 6 عدد آمپول در بازار آزاد به قیمت هر آمپول 1,400,000 تومان خریداری کنند، یعنی جمعاً 8,400,000 تومان. لازم است وزارت بهداشت و مسئولان امر به مردم جواب دهند بیماری که به کرونا مبتلا شده و در منزل استیجاری و فاقد شغل و درآمد است، برای درمان مبلغ مذکور را از کجا تهیه و پرداخت کند؟ باید از بیماری کرونا بمیرد یا از گرسنگی؟ هی بریم پرده آخر. این کسایی که میخوان خونه دار بشن، اگر 40 روز هر روز 2 رکعت نماز این نماز صبح بخونن و این نماز رو هدیه کنن به جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام و بعد از نماز 110 بار صلوات نثار روح مسلم ابن عقیل بفرستن، قطعا انشاءالله صاحب خونه خواهند شد و وقتی که خونه دار شدن روزه مسلم ابن عقیل رو در منزلشون برپا بکنن. شب و روزگار خوش.